بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است، اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است. کاندید بلژیک 1945. سلام جناب راینهارت عزیز. سلام، احوال شما؟ خیلی خوش اومدید. ارادت دارم. خوبی؟ قربان شما. خیلی متشکرم. Thank you. هر جا که راحتید بفرمایید. آقای راینهارت عزیزم، میتونم کارت شناساییتون رو ازتون؟ بله حتما، بفرمایید. متشکرم. اوضاع جنگ چطوره؟ خوبه. برد با متحدین یا متفقین؟ حالا ببینیم چی پیش میاد. سلام. سلام کسلر عزیز، کارت شناساییتون قربان. گرچه شما احتیاج به شناسایی ندارید، هر جا که راحتید بفرمایید. قربونه شما. از قشون متحدین چه خبر؟ همه چی خوبه. چه کافه جالبیه. شما که مشتری دائم ما هستید. بله. سلام آندری عزیز. خیلی خوش اومدید. کارت شناسایی لطفاً. بله بله. با آقای کسلر و آقای راینهارت که آشنا هستیم. سلام. سلام
سروان کرتیس عزیزم، خیلی خوش اومدی. متشکر، ارادت دارم. سلام. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ به کی اینجاست؟ دکتر پاسکال عزیزم. به 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 سلام، ارادتمندم. چه دکتری؟ شما خوبی؟ سلام، بفرمایید. خیلی متشکرم. هر جا که راحتید بشینید. من میرم شما. دکتر من سرم یه خورده درد گرفته، یاد باشه آخر سر قرص بهم بدی. مادام لوکو سلام. خیلی خوش اومدی. مادام شانتال سلام، خوش اومدی. سلام. خانم شانتال، کارت شناساییتون لطفا. متشکرم، خیلی ممنون. اینجاست هانس بروکن از گشتاپو. خیلی خوش اومدین آلبرت. متشکرم. به 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 به، خیلی خوشحالم میبینمت. سلام، سروان دوکلو، خیلی خوش اومد. سلام. کارت شناساییتون لطفا. متشکرم، ممنون. کجا راحتید بشینید؟ کجا؟ بفرمایید. خوبید مادام؟ ممنون. آدم سری؟ چی دارید؟ هیو نویل. سلام، خیلی خوش اومدید. کارت شناسایی لطفا. ارادت دارم، بفرمایید. و چه فضا سنگین شد. الینا فرم لپاف سیل و پلی. چه خبر شده؟ در کافه رو میبندیم تا شروع کنیم. گروه اول، رقابت اول. خانم آقایون، به کافه باصفای کاندید خوش آمدید و به بازی پیچیده و هیجان انگیز ارتش سری. کارت‌های شناسایی شما رو گرفتم، از این لحظه بعد رندوم پخش می‌کنم، یعنی نقشی که تا پیش از این مال هر کسی بود ممکنه تعلق بگیره به یکی دیگه. پس لباساتون رو فراموش کنید و یک بازی استدلالی نقش مخفی خفن رو شروع کنید. یه توضیح کوتاه بدم. ارتش سری بازیه که با 10 بازیکن انجام میشه. از این 10 بازیکن 5 نفرشون در ساید نجات یا عضو گروه نجات هستن. 3 تا از اینها مأمور نجاتن. توجه کنید، مأمور نجات با گروه نجات فرق میکنه. مأمورین نجات جزئی از گروه نجات هستن. چه ویژگی دارن؟ اینا مسلح هستن، اسلحه دارن و
در اتاق 0900، اتاق گفتگوی خصوصی، می توانند کسانی رو که میشه صاحب اسلحه‌شون کرد مسلح کنند. در گروه نجات دو نفر دیگه هم حضور دارن. یک دکتر که اسمش روشه، وظیفش نجات دادن آدمای تو بازیه، یا تصمیمش بر نجات ندادنشون، و یک خلبان که اصلا دعوای بازی سر خلبان بازیه. هر دو جبهه بازی سعی دارن خلبانو به دستش بیارن و اطلاعاتشو به چنگ بیارن. دو نفر در بازی هستن که ساید ندارن، اصطلاحاً ساید مستقل بازی هستن، اونا مشتری های بازی هستن. اونا میتونن مسلح بشن از جانب کسانی که صاحب اسلحه هستن، هم از ساید نجات و هم از ساید گشتاپو. گشتاپو ها کیان؟ سه تا گشتاپو هم داریم که هر سه شون مسلح هن. هر سه شون مسلح هن. و دو نفر هستن که در اتاق گفتگوی خصوصی یک ویژگی خاص دارن. این توضیح رو بدم، کسی که درخواست کننده گفتگوی خصوصیه میتونه تو اون اتاق دروغ بگه، اما کسی که درخواست شونده است در جواب سوال سایدت چیه موظف راستشو بگه، باید راستشو به طرف مقابل بگه. یعنی اگه گشتاپوه بگه من گشتاپوام. جز دو نفر که میتوانند حتی در صورتی که به اون اتاق فرا خوانده شدند هم دروغ بگن: یک خلبان بازی، دو فرمانده گروه گشتاپوها کسلر. کسلر حق داره در بازی دروغ بگه، اینو فراموش نکنید. میخوایم بریم سراغ تقسیم نقش ها. فعلا در حال حاضر اسلحه هاتون فقط لایک و دیسلایکتونه. بدونید من به همه تون ارادت دارم، لطف دارید، ولی اینجا کافه منه. تو این بازی بی نظمی با برخورد سفت و سخت مواجه میشه. نظم بازی باید رعایت بشه و من با احترام بسیار از شما اجازه میخوام که محبت بفرمایید و اجازه بفرمایید که من اگر بی نظمی دیدم مجازاتش رو حتما لحاظ کنم. اینم لایک آخر. آقای نیکا کارت اولو به کی بدم؟ کارت اولو به خودشون. به خودتون تقدیم میکنم. بدی. باشه باشه، ما پس نمیزنیم دستتون رو. متشکر. استدعا میکنم از همین طرف هم باقیشو تقسیم میکنم. سعیم میکنم یه جوری تقسیم کنم که کسی چیزی نبینه. نباید ببینیم آقای آلوه. نه لطفاً اصلا نگاه نکنید. من از اینجا به بعد دیگه امیرعلی تونم. آلبه رو فراموش کن، دیگه بازی شروع شد. عرض میکنم خدمتون که هرچی که خواستید میتونید به سرکار خانم الینا سفارش بدید. اگه قلم و کاغذ خواستید حتی بگید بهشون، چون این بازی خیلی پیچیده است و واقعا احتیاج به نوشتن و نوت برداشتن داره. و در ادامه من از الینا خواهم خواست که ماسک ها و پلاک های گفتگوی خصوصیتون رو براتون بیاره. اولیشو تقدیم آقای نکاح میکنم. الینا شکرم. ماسک پلاک سیل بوپله. دکار مشیر. در مورد گفتگو خصوصی این توضیح رو بدم بهتون که در دور معارفه کسی حق استفاده از پلاک گفتگو خصوصی نداره. از دور بعد بازی، یعنی فردای معارفه انگار، شما حق دارید که گفتگو خصوصیتون رو خرج کنید. کسانی که میرن به گفتگوی خصوصی وقتی برمیگردن به بازی، در اون ترن بازی، در اون دور بازی حق هیچ گونه اظهار نظری نسبت به همدیگر رو ندارن. یعنی فرض کنید آقای راستاد آقای نیکا رو بردن به گفتگوی خصوصی، درست؟ آقای نیکا سایدشون رو به آقای راستاد موظفن راستشو بگن، مگر اینکه بگید خلبان یا کسلر. کسلر یا خلبان باشن. وقتی برگشتن این دو نفر تو بازی، حتی اگر خانم عبدالرزاقی بپرسه بگه آقای نیکا به نظر شما آقای راستاد آقای نیکا جزء نجات هستن یا گشتاپو، ایشون حق ندارن به شما لایک یا دیسلایک بدن.
حتی اگر شما از ایشون نپرسید، شما بایستید و آقای نیکخواه رو تارگت کنید، ایشون حق ندارد به حرف شما لایک یا دیسلایک بدن. و میدونید که در ترن معارفه بازی چالش نداریم. هیچ یک از قابلیت هایی که دارید، از جمله اینکه آدمای مسلح حق شلیک کردن ندارن و هیچ کسی حق خرج پلاک 0900 رو هم نداره. بریم. وضعیت اضطراری، برخای کافه قطع میشه، ماسک روی صورت. جناب نیکخواه. بله. فقط من و شما لطفاً نقشتون رو ببینیم، ماسکتون رو بردارید. راحت. بله. جناب راستاد، فقط من و شما نقشتون رو ببینیم لطفاً. خانم عبدالرزاقی، فقط من و شما نقشتون رو ببینیم. جناب تشکر. با سپاس بسیار، به وضعیت عادی برمیگردیم. الان همه نقشاتون رو میدونین که چیه و سر صحبت هم قرار شده آقای نیکخواه باشن. الینا وی مونسیو جوله دستمال دستمال مشوار کلینکس او شبیه همه چی بود بجوز نه فکرم اینقدر نون میخواد. آره منم دقیقا آقا شاهکاری بود. امشب نقشش الیور تویسته، گفت اینقدر نون میخوام. ارینا که تو کافه کار میکنه از اهالی همینجاست، فقط فرانسه بلده صحبت کنه، یه مقداری هم انگلیسی و زبان مشترکی با آقای جوله طبیعتا ندارن. آقای جوله ما هم آقای جوله زبان مشترکی نداریم، به زبان اشاره سخت صحبت می‌کنیم. بریم سر بازی. آقای نیکخواه در دور معارفه هستیم، سر صحبت بفرمایید. بله. خب نیکخواه تک تکتون هستم، قربونتون برم، خوشحالم در جمعتون هستم. چاله چولتیم بسیار خیلی بله، مخصوصا در خدمت آقای مهدی، امیر مهدی جوله جاله جوله جاله جوله خلاص. و امیدوارم که بازی خیلی خوبی بشه، امروز بازی داغی بشه. فعلا به کسی تارگت نمیزنم چون نتیجه خوبی نگرفتم از تارگت زدم، واقعا بی خودی. و بچرخه ببینیم چه اتفاقی میفته که بعداً بازی جدی رو شروع کنیم. متشکرم آقای راستاد. سلام مجدد خدمت دوستانم، خوشحالم که تو این کافه کنار شما. طبیعیه، خب الان واقعا تارگت زدن یکم سخته، برای اینکه دومین نفرم ای کاش از آقای تشکر شروع میشد که ما حداقل وسط بازی بودیم، میتونستیم راجع به چهار نفر حرف بزنیم. اما همینجوری به خانم الیکا عبدالرزاقی و آقای فرزین مهندس فعلا یه تارگت گشتاپویی میزنم. بازی به چرخه، شاید هم عقب گرفتم از اینجا. متشکرم. سلام به همگی، مخلصم امیر جوله هستم. اون خنده ای که کردی به تارگت رامین رو دوست نداشتم، تارگت من این و بی حالت یه خیز و یه کمینی کرده. لطفا اسم بیارید. آقای شکیب شجره که دوست دارم تو ترن معارفه یه تارگتم اونجا ول کنم. شما دوستان تارگت من هست. متشکرم. بهار قاسمی هستم، خوشحالم در خدمتتون. انشالله که بازی خیلی خوب داشته باشید. ارادت دلی و کاور دلی نسبت به آقای نیکخواه دارم، اما من کلا با کسی که روز معارفه تارگت نزنه مشکل دارم.
دلیلش هم اینه که احتمالاً گشتاپوها تارگت نمیزنن که مجبور نشن در ترن یک بازی عقب نشینی کنن از یارهاشون. جز آقای نیکخا هر کی تارگت نزنه من بهش تارگت میزنم. و در واقع آقای جولم حالا روز معارفه یه دیگه، به نظر من فعلا شما گشتاپوی بازی میتونین باشین توی ذهن من، بهتون تارگت میزنم. با این که شما خودتون آقای محدث رو تارگت کردین، ولی من الان هر چون ممکنه همو نشناسین، هر دوتون تارگت های من هست. سپاسگزارم. خب سلام، الیکا عبدالرزاقی هستم، مخلص همگی. من حالا میگم آقای نیکخواه رو مد نظر قرار فعلا نخواهم داد، اما آقای جوله، من و آقای محدث هر دومون خندیدیم به این موقعیت، یعنی هر دومون دیدیم که باشه لایک والا اینطوری بودیم کاملا، ولی اینکه این باشه هدف تارگت شما یه ذره ایشونو برای من در واقع پارتیزان میکنه، شما رو گشتاپو. تا اینجایی که صحبت شده امیدوارم که بهار قاسمی که پلیر حرفه‌ای هم هست پارتیزان باشه، پارتیزان باشی پشت دستت بازی میکنم تا آخر. متشکرم. من شقایق دهخان هستم. امید چرا همه دوست دارن تو گشتاپو باشی؟ من به تو تارگت میذارم، یه بخشش هم مال اینه که بهار قاسمی گفتش که کسی که تارگت نزنه احتمالا یه کلکی تو کارش هست و این داستانا، وگرنه که من یه ذره سختم که همین اول بازی تارگت بزنم. و رامین راستات فکر میکنم گشتاپو از تجربیاتی که قبلا داشتیم و فعلا همین. متشکرم. خب شکیب شجرم، خیلی خوشحالم در خدمتتونم، باهاتون بازی میکنم عزیز دلید. یه موجی شکل گرفت نسبت به فرزین محدث عزیز از وقتی که شروع شد به صحبت کردن. خیلی طبیعیه به نظر من دو سه نفر اول تقریبا حالا تارگت نزدن، چون اصلا چیزی نشنیدن. نمیتونم بگم که 100% چون نزدن حالا از اینجا به بعدش در واقع با صحبت شما میام روی صحبت شما که گفتید که کسی تارگت نزنه برای من گشتاپو، به نظرم فکت خیلی درستی نیست. حالا همینجوری دارم نظرمو میگم چون چیزی نشنیده بودن. ولی به فرضین محدث تارگت نمیزنم چون تارگت ها زده شد بهش، حالا چون موج سواریه به نظر من. از اینجا به بعد اومد روی آقای سه نفر بهش زدن. از یه جایی به بعد اومد روی آقای جوله. نه، میخوام روی این دو نفری که همه روشن اتفاقا نمیخوام تارگت بزنم، میخوام روی دو نفر دیگه که اصلا روشون تا به اینجا خط نیفتاده، مثل آقای رفیعی عزیز یکی از تارگت های منو، ببینیم بعدا چه اتفاقی میفته. و تو میز خانم ها یک نفر نمیدونم کی، ولی یکم تمایلم به سمت خانم دهقان. متشکرم. سلام علیکم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خیلی زیاد و مطمئنم که بازی خیلی خوب و جذابی خواهیم داشت. با بخشی از صحبت‌های شکیب شجره موافق هستم، ولی نه همش. اتفاقا دو نفر گفتن که با آقای نیکخواه نمیخوام تارگت بزنم. من اتفاقا دلم میخواد با آقای نیکخواه تارگت بزنم. و بعد خانم عبدالرزاقی گفتین که خانم بهار قاسمی پلیر خیلی خوبیه. بله، من هم قبول دارم و اظهار امیدواری کردید که امیدوارم که جزء پارتیزانا باشه و من باهاش بازی میکنم، شما تارگت من میشید خانم عبدالرزاقی. از این طرفم فعلا خیلی نمیتونم الان صحبت کنم. آقای نیکخواه عزیز، خانم عبدالرزاقی، فعلا همین دو نفر. متشکرم. سلام، من فرزین محدثم، خیلی خوشحالم دارم براتون بازی میکنم. من که مطمئنم یک بازی جذابی با هم انجام خواهیم داد به خاطر تمرینای خوب. رامین راستات حسی میزنه، کاری باش ندارم. آقای جوله، میخواستم بگم چرا، ولی بعد اینقدر اتفاق عجیب غریب افتاد که نجات شدی، چون من خودم نجاتم. تو این مجموعه بهار قاسمی رو خیلی به دقت میکنم، برای اینکه اگر گشتاپو باشی به پارتیزان رو کمک نمیکنی، ولی اگر پارتیزان گروه نجات باشی کمک میکنی. الان تارگت من بهار قاسمیه و خانم دهقانی. متشکرم. آقای رفیعی، انتهای صحبت. سلام، حسین رفیعی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که تو این کافه در کنار شما هستم. خب شانس داشتم که انتهای صحبت باشم، گفتگوی همه دوستان رو بشنوم. از این میز شروع میکنم. آینی خای عزیز، اصولا اگر که این نقش خیلی مهم می داشته باشن طبق شناختی که ازشون داشتم تارگت می زنن، و اگر که نقش خیلی مهمی نداشته باشن خیلی تارگت نمی زنن. من برام سفید میشه. رامین و امیر مهدی عزیزم حواسم بهتون هست، ولی نه اینکه برام سیاه باشین یا
گشتاپا باشین. توی اون میز فعلا نظری ندارم، ولی جالبه برام میز جناب شجره. این همه شما گفتگو شنیده بودین و از گفتگوی دوستان هیچ اظهار نظری نکردید، اومدید دقیقاً سمت میزی که هیچ صحبتی نشده بود و خیلی دلتون خواست که همجوری حسی به زعم این که خط و خشی هم رو ماها نیفتاده بود و فکر کنم دلیلش هم این بود که ما که هنوز صحبتی نکرده بودیم که دوستان بخوان تارگتی بزنن. برای من تارگت جدیم شما هستین و اینکه در مورد بهنام عزیزم هم فعلا اظهار نظری نمی‌کنم. یه نیم نگاهی هم آقای مهندس عزیز به شما دارم، ولی میگم همه اینا در حد حدس و گمانه، ولی در مورد شما یکم جدی‌ترم. ترن معارفه به پایان رسید. اعلام وضعیت اضطراری. نقش‌هایی که نام می‌برم بدون اینکه ماسکاشونو بردارن، فقط لایکاشونو بیارن بالا. کسلر بازی لایک بده. خلبان لایک بده. و دکتر بازی لایک بده. حالا دعوت میکنم کرتیس بازی، فرمانده گروه نجات، چشمشو باز کنه. متشکرم. کرتیس چشمشو ببنده. دکتر و خلبان لایکاشونو بندازن. لایک کسلر بالا بمونه. دو گشتاپوی دیگر بازی لطفاً ماسکاشونو بردارن. گشتاپوی ساده و راینهارت. راینهارت لایک بده. و گشتاپو سادم همینطور. متشکرم. دو مأمور نجات لایک بدن. و دو مشتری بازی حالا لایک بدن. آماده میشیم برای وضعیت عادی بازی. بفرمایید. سر صحبت آقای نیکاه بودن در دست قبل، این دست هم آقای نیکاه هستن. در این دور شما غیر از صحبت کردن از یکی از دو قابلیتتون میتونین استفاده کنید. یک، بعد از اینکه صحبتاتونو کردین پلاک گفتگوی خصوصیتونو خرج کنید و یک نفر رو به اتاق گفتگوی خصوصی ببرید. دو، در پایان حرفاتون اگر صاحب اسلحه هستید میتونید شلیک انجام بدید و شلیک تو روز روشن چشم در مقابل چشم اتفاق خواهد افتاد. و بعد از شلیک به وضعیت اضطراری خواهیم رفت که توضیح میدم ماجرا از چه قراره. جناب نیکا بفرمایید. بله. چیه؟ چرا ناراحتی؟ چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ بفرمایید آقای نیکا. آقا اینجا یه اتفاقی افتاده، من حالا فعلا شما رو تحت نظر داشته باشم. امین میدی تو خوبی؟ تقریبا نجاتی، مشکلی نداری با هم دیگه. بقیه هم حقیقتا همه خندان و شاداب و سرحال. الان نمیتونم در مورد تصمیم بگیرم تا این گفتگوهای خصوصی شروع بشه، برن دوستان بیان و بشه یه نظر دقیق تری.
فقط رامین در مورد تو یکی نمیدونم چرا مشکوکم، حالا امیدوارم اینجوری نباشه و نظرم برگرده. متشکرم. منم آدم چیزی هم دیگه، آدم به درد خوری هم، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته تو بازی که. سپاسگزارم جناب راستا. آقای نیکخواه عزیز، من پشت شما نشستم، اینجوری برگشتی من نگاه میکنی میگه چرا چپ چپ نگاه میکنی؟ یک، دو، آقای نیکخواه بازی شروع شد، هنوزم هیچ نظری راجع به ایشکی ندارین؟ همین یه رامین فقط؟ چطور ممکنه؟ من ترن اول میخواستم بگم خانم قاسمی واقعا اولین نفر خیلی سخته پاشه هر جوری شده بخواد دو تا تارگت بزنه که ما فکر کنیم پارتیزانه که داره، ولی خب قبول دور دوم دیگه داره بلند شد، این هر صد نفر اول این هم آدم هم هر صدن، این شما رو مشکوک میکنه آقا، چطور ممکنه؟ در مورد آقای جوله از اینجا به بعد دیگه تارگت کش شد، همه ریختن رو آقای جوله، چه خبره؟ یه خود اونجا گشتاپو داره رو بازی میکنه، یعنی انقدر هم نیازی نبود یه او خراب شیم روی جوله. جوله برای من سفید میشه. متشکرم. لطفا چالش هم تعارف کن. سلام، چالش کسی میخواد؟ من میخوام. بفهم. مرسی. خب یه نکته ای ببینید، این که مثلا آقای جوله تارگت کش و اینا که باز دوباره برمیگردیم به این موضوع که گشتاپوها همو نمیشناسن اون ترن. الان اتفاقا دو نفر اول پاشدید جفتتون ایشون رو دارید سفید اعلام میکنید و گروه نجات بازی اعلام میکنید. خب اگر ایشون 50% عضو گروه نجات بشه قطعا شما دو عزیز یکیتون گشتاپو هستین. چرا شک نمیکنید؟ چرا بی خودی سفیدش میکنید؟ بذارین یه چیزی از توش در بیاد دیگه. من همچنان من عذرخواهی میکنم آقای جوله، تو تمرینام من شما رو کم اذیت کردم، ولی همچنان معتقدم که اصلا شما ریختی پایین و گشتاپوی بازی هستین. حالا تا بعد ببینید. متشکرم. آقای جوله نوبت خود شماست. رامین جان شما برای من مشکوکی؟ تارگت کش نشدم، خانم قاسمی زد، خانم عبدالرزاقی تایید کرد، بقیه دیگه نزدن، اصلا بردن این ور اون ور فلان. شما تو صحبت شما برای من بشین سیاه تا اینجا، خانم قاسمی رو دعوت میکنم به گفتگو. تایید میشه و میریم به اتاق گفتگو خصوصی. خانم قاسمی دعوت شنده هستن، بنابراین اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگوی خصوصی دروغ بگن. دو نفر هستن که در اتاق گفتگوی خصوصی یک ویژگی خاص دارن، این توضیح رو بدن. کسی که درخواست کننده گفتگوی خصوصیه میتونه تو اون اتاق دروغ بگه، اما کسی که درخواست شونده است در جواب سوال سایدت چیه موظف راستشو بگه، باید راستشو به طرف مقابل بگه. یعنی اگه گشتاپوه بگه من گشتاپوام. جز دو نفر که میتوانند حتی در صورتی که به اون اتاق فرا خوانده شدند هم دروغ بگن، یک خلبان بازی، دو فرمانده گروه گشتاپوها کسلر. ای کاش گفتگوها خرج میشد و شما من دعوت نمیکردی. خدا کنه سیاه نباشی. من مشتریم. خب من سفیدم از لعبت بدم. برو خدا. چقدر حالی باره. شما باید منتظر تایید دارید. Vous avez dit une tasse de café. Yes, yes. Et avec? یه دونه. من میشم بگم اگه کراتیس دست تو رو بالا دیده بزنم تتون. یعنی میگه اگه در صد کسته باشه تو رو بگم. بعد اگه دکتر خلبانی چیزی نگیم که چیکی چه میکنه آبی شو نکن، به خاطر اینکه من الان بگی که مثلا میگیم بینم اصلا رد و مادر شده صد جفتم خیلی نگیم دوره بعد. آره ولی میگم اگه تو رنگیری نرفتیم شما اصلا بخوای بگی که کسی دست به هارون بالا ندیده میفهمونیم که من مشتریم. منو رو رنگ برسیم الان که نمیگم. آره یعنی بازی میکنیم. اوکی چه نمیگی من ریختم تی ال بیسکی انته سیلو سیلو تی تینکیو Monsieur. Qu'est-ce que c'est? 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 Qu'est-ce que c'est?
از دوری کی مشکوکی این بچه بود یه خط رابطه بود باشیم تو چه که من برای صفه چه نفهمی واتر واتر آب این توضیح رو بدم خدمتون که در این دور بازی آقای ژوله و خانم قاسمی به هیچ عنوان در مورد همدیگه حق هیچ اظهار نظری ندارن، حق هیچ اکتی نسبت به هم ندارن. اگر کسی هم نسبت به هر کدوم از این دو عزیز تارگتی داشته باشه، حتی حق لایک و دیسلایک ندارن و الا جریمه خواهند شد. میدونین که این موضوع خیلی مهمه تو بازی، یک دور باید صبر کنین تا کار به سر انجام برسه. این نکته هم بگم که در هر دور بازی فقط دو گفتگوی خصوصی میتونه انجام بشه و فقط دو شلیک میشه که انجام بشه و شکل بگیره. قبول؟ بفهم. کسی چالش نمیخواد دوستان؟ چرا؟ چالش بگیر، حرف بزنیم، بازی در میاد دیگه. من چالش میخوام. بفهمی. حالا که اصرار داری. خانم قاسمی، نوبت به شما میخواست برسه. پا میشه چالش میگیرید، بعد دارید چی میگید توی چالشتون؟ و این چه عجله‌ایه که من نمیفهمم بابت چالش؟ شما میتونستید صبر کنید، نوبتتون بشه بلافاصله یا تا تهش چالش بگیرید. این یعنی دست و پا زدن گشتاپو. شما برای من سیاه میشید خانم. شما بازیگری هستین، شما بازیکنی هستین تو این کار که به هر حال تمرینات زیادی داشتین و جز پلیرهای خیلی خوب بودین و بعد اینکه یهو آقای ژوله رو شما سیاه میکنین. شما برای من سیاه میشید خانم تا اینجا. خیلی من متشکرم، بفرم. چالش گرفتم که توضیحات شما رو بشنم. مرسی، کار خوبی کردین. خب در مورد آقای ژوله که من ترن بعد صحبت میکنم، اما چرا من چالش میگیرم اولی دست؟ ببینید یه کمی به نظرم دوستان دارن خیلی مثلا نرم بازی میکنن. من نظرم این بودش که چه صحیح چه غلط یک نفر رو تله قرار بدم، مشخص میشه که کیا میان در واقع رو اون موج سواری میکنن، کیا میان دفاع میکنن ازش، و من از توی این برای خودم نوع بازی خودم یه چیزایی در میارم. خب الان مثلا برای من کاور آقای راستاد عجیب بود، یعنی دفاعی که در مورد ساید سفید یا ساید نجات بودن آقای ژوله داشت برای من نشون میده که مثلا یا میدونه ایشون سفیده میخواد کنارش خودش رو سفید کنه، و همینطور شمایی که الان اینجای بازی میان کره این ماجرا رو میگیرین، من بهتون مشکوک میشم. این روش بازی منه. حالا شما میخوای به من شک کنی، حق داری شک کنی، ولی خب قطعا من ساید نجات بازی هستم. متشکرم، خیلی ممنونم. آقای ژوله عزیز ببینید، من چون نوشتم امکان نداره اشتباه کنم. عرض من این بود، خانم قاسمی تارگت زدم به شما، خانم الیکا عبدالرزاقی تارگت زدم به شما، خانم شقایق دهقان تارگت زدم به شما. عرض من اینه که تو این ستا قطعا یه گشتاپو وجود داره. خب پس به چی میگی تارگت کش؟ به میگن سه نفر پشت سر وقتی به یه نفر تارگت میزنن، چون نوشتم امکان نداشت اشتباه کنم، و برای همین من امیر فید فرض کردم. از کجا باید بدونم خانم قاسمی نقش این چیه که خودم بخوام بگم ما دوتا رو کجا میبرین؟ من چه میدونم؟ من میدونم این سفیده، من خودم چسبونم به این. نه، چون سه نفر پشت سر هم ریختین روی آقای ژوله، احساس کردم که یک گفته خود شماست که داره کره می. خب آقای راستاد، الان بلند شدین توضیح دادید به خانم قاسمی راجع به آقای ژوله، و باز هم آقای ژوله رو دارید میگید سفیده چون این میز بهش تارگت زدن. تارگت خودتون الان کیه؟ الان شما به کی تارگت میزنین؟ کماکان همون تارگت حسی روز اولتون که راجع به من بوده رو ادامه میدید، یعنی همونو دارید پیگیری میکنین. یه ذره از شما بعیده این مدلی بازی کردن، مگر اینکه یاراتون رو هنوز نمیشناسین. یه ذره برای من این مدل بازی مشکوک میشه. و اینکه این طرف، این اتفاقی که بین شما دو نفر افتاده، جنگ زرگری نمیتونه باشه. از این دوتا یه دونه گشتاپو در میاد، از بین آقای تشکر و خانم قاسمی. متشکرم. من با الیکا موافقم. من بین بهنام، یعنی مطمئنم که بهنام تشکر و بهار قاسمی توی
سایت نیستن، حتی به نظرم شبیه بازی زرگری و اینو میگنم مثل اون نیست، یعنی ادا در نمیارن واقعا تو دوتا سایت مختلف. این خیلی برام عجیبه که سری امیر ژوله بهار قاسمی رو میبره توی گفتگو، اونو یه ذره برام اینقدر با این سرعت عجیبه. و من نگفتم که امیر ژوله قطعا سیاهه، من گفتم که چرا تو همیشه هم دلشون میخواد تو سیاه باشی. متشکرم. چالش. من چالش میکنم. بله بفرمایید. خانم قاسمی، من به نظرم شما بازیتون بازی نجات نیست. برای اینکه خیلی وقتی نجاتی آب و آتیش میزنی برای شهر. ایشون از شما یه چالش گرفت و یه حمله کرد، ولی هیچی نگفتی و رد کردی، دوباره انداختی روی آقای تشکر. خب من برام بعد از چیزی که دارم میبینم، بعد از گفتگویی که وارد شد، حتما اونجا اتفاقی افتاده، ساید آقای ژوله با شما یکی نبوده، میدونی؟ چون اگر یک سایدی بوده، مثلا دارم میگم، بیا بپذیریم که گشتاپایی بوده که کسلرش رو دیده و رفت میگه آقا من این فهم تموم میشه، گفتگو اونجا یا اسلحه جا به جا شده یا به نتیجه اسلحه رسیده نشده، بر همین طولانی شده. من برام اتفاقا ژوله فعلا سفیده، شما برام یه ذره گشتاپوی تو اون میزی که داری میگین سه نفر، برام بهار قاسمی گشتاپوی، برای اینکه وقتی که نجاته یه جور دیگه ای بازی میکنی برای نجاته، بلا اون کارو نمیکنی. و خانم عبدالرزاقی شما برای من سفیدی فعلا. متشکرم. میخوام در مورد این چیزایی که نوشتم به صورت کلی صحبت کنم. ببینید خانم قاسمی عزیز، نمیخوام به شما حمله کنم اصلا، منطق بنده به بنده چیز دیگری میگه. چی میگه؟ میگه یه موج سواری داریم که گشتوپوها میریزن روی یک آدمی که حالا هر کسی حالا شک داره، یک بحثه. یه وقتیه که شما یک حرکتی انجام میدید که ذهن رو به سمت خودتون معطوف میکنه، یعنی توجه آدم میاد به سمت شما. چرا؟ اگر نوبت خانم دهخان بود و من ازشون چالش میگرفتم، اولین نفری که اینجا میرسید چالش میگرفت میگفت شکیب شجر سیاهه، یعنی در سایت گشتاپوها داره بازی میکنه، خود شما بودی. شما از آقای ژوله چالش رو گرفتی، بلند شدی و صحبت کردی، نشستید و بعد دوباره بلند شدید توی ترن، دقیقاً قبلش هم آقای تشکر عزیز از شما چالش گرفت و به شما گفت و شما جوابی به آقای تشکر ندادی که من رو قانع بکنه. حالا شما دارید دیسلایک میدید، چیزی که من دارم با منطق خودم در این بازی در حال حاضر دارم میبینم. یعنی کاری که شما کردی رو اگه من کرده بودم، بلافاصله من تارگت شما میشدم. بی برو برگرد. این در مورد این اتفاقی که در حال حاضر افتاد و فقط انگار شما بلند شده خودت یه دفاعیه زیبا از ایشون، یعنی شروع کردی فقط به ایشون صحبت کردن. این نظرمو نمیگم روی شما، ولی شما رو برای من تا حد خیلی زیادی چیز میکنه از روی نحوه بازیتون. آقای نیکخواه عزیز اصلا به کسی تارگت نزد، یعنی دست قبل رو کامل دید، سر صحبت هم بودن کامل دیدن و اصلا در مورد کسی تارگت نزدن. خب ببین دوباره ذهن شما نمیره به سمت آقای نیکخواه، 100% میره، چیزایی که دارم میبینم میگه. آقای راستاد فقط با آقای نیکخواه در واقع یک تارگت زدید و بعدش واسه چالش گرفتید و به خانم الیکا عبدالرزاقی. خب یکم باز برای من منطقی بود تا قبل از اینکه این چالش رو بگیرید برای من سیاه تقریبا، یعنی دوباره ذهن من به سمت شما. آقای ژوله رو هیچ چیز در موردش ندارم بگم، به نظر من ترن اول روی موج سواری بود، سه نفر بهش تارگت زدن. آقای رفیعی عزیز نه فقط دو نفر که من بخوام بگم آقای ژوله رو کاری باش ندارم، نه از قصد گفتم که صحبت شما رو بشنوا. اونجوری که شما به من پرید، اتفاقا من دوست دارم، من مشکل ندارم، یعنی با این اتفاقی که شما گفتید 100% سیاه. 100% یعنی چه؟ از کجا شما اصلا چه چیزی میدونید؟ من سیاه بازی است به صورت کلی. متشکرم. اتفاقا میخواستم بگم که ژوله لطفاً چالش بگیر و خدمت شما. دوستان اونجا اون اتفاق اون پشت اتفاق عیانه، چرا راجع به اتفاق عیانی که چند دقیقه دیگه صحبت میشه اینقدر حدس میزنین؟ چرا وقت و بازی رو تلف این حدس زدن ها میکنین به خاطر که تارگت نزنین یا کار دیگه نکن؟ خب الان از بعدن از اون پشت در میاد یه چیزی دیگه گفته میشه، این نشستین دارین حرف میزنین و باعث میشین گشتاپو هم بیان رو همین حدس و گمانا سوار بشن، نمیدونم نجات هم رو همین سوار بشن، همه و یه چیزی در نمیاد. خب اگه سال داری اگه نمیتونی یا صبوری کنین ما بگیم چی شده، یا صبوری نمیتونی بکنین، خب دعوتمون بکنین به اتاق. الان از اینجا گذشته فقط من درخواست گفتگو کردم. آخه این بازی حدس و گمان نیستش که ارتش داری، بازی اون اتاقه و بازی شلیکه، باید فکت عینی در بیاد دیگه. راجبه هر چی سوال داریم خب ببرین تو اتاق یا صبوری کنین صحبت بکنیم راجبش.
متشکرم. یه چیزی میشه دیگه. سپاسگزار آقای تاشم. خیلی متشکرم. الان یه هجمه ایجاد شده برای خانم بهار قاسمی که به نظر مسببش خودشون هستن. به نظر مسببشون خودشون هستن. خانم قاسمی، من راجع به آقای راستاد یک کلمه حرف نزدم. من چه کره‌ای میخوام بگیرم؟ شما گفتین که شما از این موضوع دارید کره میگیرید. من راجع به رامین راستاد یک کلمه حرف نزدم. کجا دارم کره میگیرم خانم؟ اتفاقا من آقای جوله رو دعوت میکنم به اتاق. دومین گفتگوی این دوره، بنابراین در این دور تا پایان گفتگویی نخواهیم داشت. پلاک 0900 آقای تشکر، بفرمایید به اتاق گفتگوی خصوصی. اگر آقای جوله، کستر یا خلبان باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. بله، امیدوارم که دروغ بگم. امیدوارم دروغ نگن. من نقش شما رو میتونم بفرسید. نقش رو خیر، ساید. من گروه نجات. گروه نجات هستی. ساید نجات بازی. ساید نجات هستی. شما چی میگید؟ من سفیدم. سفید چه سفیدی هست؟ من نجاتم. نجات سفیدم. یه آقای جوله رو شما سیاه میکنید. شما برای من سیاه میشید خانم تا اینجا. مرسی. بوی؟ مدام، سیل وپلی. اگه سیل وپلی که اونجوری نمیگه. سیل وپلی یعنی چی؟ خواهش میکنم. سیل وپلی؟ اون تو نمیگه سیل وپلی. تاریه تو از کیانه هنوز نمیتونی بگی؟ نه چی؟ ولی بهار قاسمی نجات ولش کن. آها. این اطمینان با شما. تو بهار رو دعوت کردی اومدی. الان امشو میگه من سفیدم، من به شما میگه من سفیدم. خوب. اونو ولش کن. اگه گشتپو نیستی ولش کن. مادام. تی ال بیسکیت. وی، جو سه. جو نوبلی جامه مسیو. من چون به اون شک داشتم تو رو برداشتم. خوب کردم اینجا که به تو. آدادم بود اونو میبردی. نه. من اون شک دارم شما به من میبردی درست اون شک دارم همین بهت الان میدانم به اون شک کن کلام آخر اینا اگه گشتاپو نیستی گشتاپو داره سوار این درگیری شما با هم میشید بله بله خیلی خوب باشه بس قطعش شما برای من سفید نیستی باشه باشه بفرم آقا بفرم بفرم من اینجا میشینم شما بفرم جناب تشکر و جناب جوله میدونید که جناب تشکر و آقای جوله حق ندارن در این ترم تا پایان در مورد گفتگوشون صحبت کنه و دو گفتگوی این ترم هم انجام شده تا ادامه کسی حق استفاده از پلاک 0900 رو نداره نوبت صحبت فرزین معلیس کسی چالش میخواد؟ ببخشید من فقط یه توضیح بدم به آقای شجره به خاطر اینکه گفتین من گشتاپو هستم خب من صحبتی نکردم شما هم دلیل خاصی نیاوردین عرض کنم حضورتون که من اشتباه کردم فراموش کردم واقعا گفتگو چیز بگیرم به خاطر این بود که نشد ولی نمیدونم حالا چه دلیلی داریم دلیل قانع کننده ای نداشتیم به خاطر که من گشتاپو باشم سیاه باشم نمیدونم حالا چه دلیلی آوردین ولی من نیستم عزیزم فقط میخواستم همینو بهتون متشکرم آقای مهندس بر اساس فکت هایی که داریم میاریم به نظرم شکیب داره تلاش میکنه که خیلی با فکت حرف بزنه امیدوارم که گروه نجات باشی هنوز رو شما هستم خانم قاسمی من یعنی که دور برگرده که گفتگوهای این دو تا گفتگو مهمه که اتفاق میفته و شما آقای نیک خواب به نظرم سفیدین یه نفر دیگه به نظرم خیلی داره آروم این وسط میره جلو و کار خاصی نمیکنه آقای رفیعیه امیدوارم مثل لباستون گشتاپو نباشید نفر آخر خب من که کاملا با نظرت مخالفم من خب تا الان همه گفتگوها رو گوش دادم با یه بخش از صحبت‌های امیر مهدی جوله عزیز موافقم که شما یه گفتگوی شد منتظر میموندید نتیجه گفتگو رو بشنوید کما اینکه خود منم دوست دارم ببینم اصلا این گفتگو چیه و همینطور جناب تشکر عزیز و آقای جوله عزیز که خیلی ساده است دور اول قرار حرفای هم دیگر رو بشنویم این که یه نفری بلند میشه
با زرس قاطع و حالت تهاجمی به یه نفر حمله میکنه، یا آقای مهندس عزیز زعمتون اینه که کسی اصلا حرفی نزده؟ خب چی باید بگیم اگه واقعا چه اتفاقی افتاده؟ در مورد آقای نیکا صحبت شده، آقای راستاد صحبت شده، ولی تا الان چیزایی که من شنیدم بعضی دوستان نوار خالی واقعا پر کردن، فقط بلند شدن یه سری چیزا رو تکرار کردن. مثلا من توقعم بود که سرکار خانم دقیقا حداقل یه تارگت هم میزدن، یعنی به هر حال بیشتر فقط نظراتشون رو گفتن آقا من اینجوری فکر می‌کنم، من نجات هستم، منم دوست دارم که نجات باشین تک تک شما، ولی واقعا اگر نجاتی هستین که دارین گشتاپو بازی می‌کنید، به عقیده من اگه گشتاپو کش بشین بهتره، چون به ضرر نجات هستین و تو این کافه مطمئن هستم که نجات دوچار مشکل میشه. من میگم صبوری کنیم، گفته آقای جوله گفتگوها رو اول بشن و خواهش می‌کنم اونایی که تو گفتگو بودن چالش بگیرن و درباره گفتگوشون صحبت کنن، و اگه درباره گفتگوتون صحبت نکنید خیلی مشکوکید. متشکرم. به انتهای صحبت رسیدیم و میدونید که وقتی شلیکی در دور بازی اتفاق نیفته به وضعیت اضطراری و رأی گیری میریم. توضیح این که 10 نفر در بازی هستید، رأی گیری با چشم بسته برای همه انجام میشه و با نصف آرا یعنی 5 رأی بازیکن از بازی خارج خواهد شد. ضمن این که در جریانی پیش از رأی گیری از راینهارت میخوایم که بیاد بالا و اگر میخواد اکتشو انجام بده. پس وضعیت اضطراری، ماسکارا بذارید لطفا. این توضیح رو بدم که اگر 2 نفر بیش از نصف آرا رو در شرایط مساوی بیارن، یعنی هر 2 5 رأی یا 6 رأی بیارن، هیچ کدوم خارج نمیشن و هر دوشون در بازی میمونن. ضمناً خلبان بازی به هیچ عنوان با رأی در دور اول خارج نمیشه، اما اگر 2 بار به خلبان بازی رأی بدن، خلبان از بازی خارج خواهد شد. بنابراین از راینهارت بازی بیاد بالا. راینهارت اگر بخواد میتونه از قابلیتش استفاده کنه و اگر نقش یک نفر رو به طور دقیق شناسایی کنه میتونه او رو از بازی بیرون بده. من نظرم این بودش که چه صحیح چه غلط یک نفر رو تله قرار بدم، مشخص میشه که کیا میان در واقع رو اون موج سواری میکنن، کیا میان دفاع میکنن ازش، و من از توی این برای خودم نوع بازی خودم یه چیزایی در میارم. خب الان مثلا برای من کاور آقای راستاد عجیب بود، یعنی دفاعی که در مورد ساید سفید یا ساید نجات بودن آقای جوله داشت برای من نشون میده که مثلا یا میدونه ایشون سفیده میخواد کنارش خودش رو سفید کنه. در مورد آقای جوله از اینجا به بعد دیگه تارگت کش شد، همه ریختن رو آقای جوله. چه خبره؟ یه خود اونجا گشتاپو داره رو بازی میکنه، یعنی انقدرم نیازی نبود یه اون خرابشیم روی جوله. جوله برای من سفید میشه. و همینطور شمایی که الان اینجای بازی میان کره این ماجرا رو میگیرین، من بهتون مشکوک میشم، این روش بازی منه. اگر راینهارت در این دور موفق نشه شانس مجدد خواهد داشت، اما اگر موفق بشه ابیلیتیش به پایان رسیده. رای گیری میکنیم برای نفر اول آقای نیکا. آقای راستاد، آقای جوله، خانم قاسمی، خانم عبدالرزاقی، خانم دهقان، آقای شجره، آقای تشکر. میریم این بره بازار. فرزین محدث، حسین رفیعی. اعلام وضعیت عادی. اعضای محترم کافه تصمیم گرفتن کسی از بازی بیرون نره. سر صحبت آقای نیکخواه بودن، بنابراین
یک و دو و سه سر صحبت میشن خانم قاسمی. نکته اینه که چون دور تموم شده، شما دیگه هم شما و آقای جوله خانم قاسمی، هم آقای تشکر و آقای جوله میتونن در دور دوم بازی در مورد گفتگوهای دور قبل به وضوح با هر میزان جزئیاتی که میخوان صحبت کنن. راست یا دروغش فرقی نمیکنه، بفرمایید. خب من الان در مورد گفتگوم با آقای جوله صحبت میکنم. به زرس قاطع هر دوی ما عضو گروه نجات هستیم و من از آقای جوله تشکر میکنم که منو دعوت کرد، چون من خیلی بهشون شک داشتم و یک اتفاقی بین ما افتاده که دیگه هیچ گونه شکی نمیتونم داشته باشم و ایشون هم نسبت به من، یعنی اتفاقی افتاده که قطعا همسایدیم. حالا آقای شکیب شجره و آقای بهنام تشکر، من توی ترن قبل به شما حق میدم که کمی شک کنین، اما الان خواهشم اینه، امیدوارم که یک ساید نجات قوی بین ما سه نفر الان تشکیل شده باشه، اما منتظرم که حرف، چون ایشون که برای من صد سفیده. آقای جوله یه لایک راجع به آقای تشکر به من میدین، احتمال میدین که سفید باشن ایشون؟ خب پس من خیلی خوشحالم جمع میکنیم بازی رو. و من حالا میخوام بگم که اینجای بازی من میخوام یکی از دوتا زیبارویان کنارم رو به گفتگو دعوت کنم که سایدشون برام مشخص شه. شما موافقین خانم عبدالرزاقی رو دعوت کنم به گفتگو؟ تایید میشه. این توضیح رو بدم که خانم عبدالرزاقی اگر کستر یا خلبان بازی باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. پلاکتون خانم. بفرمایید. متشکرم. مدام. وی. Can I have water please? مدام برای من قهوه نیار. وی وی. بفرمایید اینجا. مامان. بگو اعتراف کن مادر. سفیدم. سفید است. تایید میشه. خب از یعنی یا سفیدی یا کسله. خب میشه خودت یه اعتمادی به هم بگفتن من آره من گوله حالا نمیخوام چون بهت شک دارم دقیق نقشامون رو بگم. یکیمون نجات بوده، یکیمون مشتری بوده، با هم اسلحه رد و بدل کنیم، یعنی ما قطعی یفتمون سفید. خب الان من دوست داشتم که کرتیس باشه که اون اطلاعات رو پخش کنیم. من اگر که آها حالا الان من تو رو بردن تو یکم بگو. خب من فقط اعلام میکنم به تو که سفیده بازیم این اتفاقی که بین شما دو نفر افتاده جنگ زرگری نمیتونه باشه. از این دوتا یه دونه گشتاپو در میاد. اعتماد نداری به هم؟ آره من یعنی قاعدش این بود که من این کارو بکنم. یعنی تو خواستم که این کارو بکنم. من سفیده بازیم، سفیده صده بازیم، ولی الان این گفتگو برای من، چون تو داری میگی که این دوتا سفید کنه، من به این چیز در نظر بگیریم. اگه من سیاه باشم الان اینجای بازی، من که سفیده رو میشناسم، اگه سیاه باشم چرا باید یه سفیدو بیارم که چیکار کنم؟ مشیه آقا خیلی بد اخلاقم و جدیان. نه پر پر کام مشیه البرد یه اسلحه کم دارم فقط. مشیه بله باشی باید به من کارو بگی که من از تو اون یه دونه، یعنی من میکشم بیرون رو چه میتونم اگر کرتیس نیستی دیگه حالا مهم نیست، اشکال نداره گفته که خصوصی ما برای تو میسوزم، یعنی منو دوباره میاری؟ آها همین کار میکنم. باشی خیلی تو کچم گرم بفرم. خانم عبدالرزاقی، خانم قاسمی، شما در این دور در مورد هم هیچ گونه اظهار نظری، حتی لایک و دیسلایک نمیتونید داشته باشید. نوبت صحبت خانم عبدالرزاقی در خدمتی. برای من یک گرهیه الان، چون یه جوری برام دوتا ساید وجود داره توی بازی که میخوام که مطمئن بازی بکنم، به همین دلیل گفتگوی خصوصی ما دوباره برای ایش بگیم. من عذرخواهی میکنم. قبلیه مثل یه خوش گذشت. این توضیح رو بدم که خانم قاسمی اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. چیزی که از کسلره گله نداره. عالی. حرکت قشنگی بود. اون دفعه که اومدی تو سوال میکردی، این دفعه منی باز تو سوال کن. سایده چه؟ مشتری سایده این که سایده سفید گرفته. تایید چه؟ سه نفر کارو بستیم تو یه بستیم آفای خوبی سرگم خوشتان دیگه بیدست که نمیتونم بزنم. مشیه چی سریعه؟
این دیگه چی؟ به خدا مهربون ترم میتونه بگه اینا رو نه؟ آقا بچه هایی که گروه نجات هستن یه لایک به من بدن. چیه؟ چرا به تو؟ اونم یه ها مدام سوایه سیلانسیو سی بوپلی سی بوله غسته ایسی من یه کوچولو احتمال میدن حسین چون یکمی نرم داره بازی میکنه مدام دوشته ولی اینه ببینیم که چیا دارم ببینیم الان یه زنه مهنم داشت گروش اکیم دارم مفرزی بازی میکنم ممکنه دو داشت الان آخری چون ولی نمیدونم دیگه حالا پیدا میکنیم توش چی؟ شما دو نفر دیگه کلن حق ندارید در مورد هم حرف بزنید با این وضعی که در تا پایان این دور شما به هیچ وجه در مورد هم هیچ اظهار نظری نخواهید داشت. دو گفتگوی این دور هم همون اول تموم شد، ولی میدونید که دو تا شلیک در این دور میتونه اتفاق بیفته. خانم دقیقا بفرم. بله خانم قاسمی میچینی واسه خودت؟ نه من و امیر جوله و برنام تشکرم که بردیم و اینا. خب الیکا خیلی قشنگ بود. خیلی خوشم بنا فکر میکردم سفیدی ولی نیستی. و اینکه الان به شدت بهار امیر جلو و همین مثلث قشنگی که تشکیل دادیم برای من سیاهه، الیکا سفیده و نظری واقعا دیگه ندارم. متشکرم. چالش آی جوله، دوستان از اون گفتگو که معلومه چی چنیده شده، اگه یه نفر گفته بود که من گشتاپام و یکی دوباره بر اگه خانم عبدالرزاق گفته بود من گشتاپام که خود گشتاپا دوباره بر نمیداره یه دونه ساید نجاتو ببره اونجا، در واقع ایشون اون چیزی که برمیاد خانم بهار قاسمی از خانم الیکا عبدالرزاق نجات شنیده، اون برای اینکه اعتماد بکنه بهش باش بازی کنه اونم صداش میکنه تو اتاق. این که معلومه که چه اتفاقی میفته برای من از اونها که گشتاپو، از اون دوتا که گشتاپو در نمیاد خانوم. و آقای تشکرم من نبردمش، آقای تشکر منو برده، من نمیتونم دروغ بگم، من وضعیت خودم و خانم قاسمی رو بهشون شرط دادم، ایشون اگه با ما بازی کنن ایشون هم میشن ساید نجات شهر، اگه کار دیگه بکنن میشه هر کسی سمت ما بیاد گشتاپوه. و حالا این گفتگو هم میاد، منم که بهتون تحلیلشو دادم که من شما رو میبرم شما میگی گشتاپویی، بعد دوباره تو منو نمیبری که، تو موقعی که سلامتی میخوایی به سلامت من پی ببری. برای همین فرض اولیه من تا آقای تشکر فعلا براهن و بامان اینه که من شما و آقای تشکر ساید نجات بازیم و بخش عمده بازی در اومده. سپاسگزارم. آقای شجره جوله خانم قاسمی رو بردید دیگه، درست شما تایید میکنید که ایشون صد و آقای تشکر جوله رو برده؟ آره شما تایید میکنید؟ میتونم اینو بپرسم؟ شما تایید میکنید؟ بله ممنونم ازتون. این اتفاقی که الان افتاده بود، این ذهنم گفتم معطوف به شما، سر همین اتفاقی بود که دست قبل وجود اومد که این گفتگویی که الان اتفاق افتاد خب خیلی کمک کننده است. آدم خیلی ببین منطقی رو من میکشم عقب، میگم آقا کاملا درست داره میگه دیگه. تا صحبت‌های آقای تشکرم بهش تمام، کاش که یکم آقا بیایید تو بازی نظرتونه ها. آقای نیکخای عزیز ببخشید چون هی آتیشا افتاده این ور و اصلا اون ور نشسته، 100% خب یک اشتباه نباید باشه، مثلا به نظر شما از نظر منطقی نباید باشه به سمتون و به حال دیسلاکی الهی حال. من آقای نیکخای نگفتم شما بر من سیاهید، گفتم ذهنم معطوف شما میشه چون تارگت نزدید، یعنی اصلا دلیلم هم همین بود که چون تارگت نزدید و یک راند شنیده بودید. آقای رفیعی و من ازش گفتم دیگه تو یک گفتم که یعنی در واقع به سمت شما حمله کردم که ببینم جوابتون چه جوریه و چه اتفاقی میفته. من از شما نمیگم الان 100% دندقه گرفتم، ولی نه 50-50 این وقت صحبتی که کردید خیلی درست بود. در حال حاضر چیزی که ذهن منو درگیر کرده، اگر این ور همه سفیدن خب که هیچ اصلا، یعنی میذاریم ولی یعنی بقیه همه به این ورین دیگه، یعنی ما بعد در واقع اگر موافقید ما در واقع باید از جمله من ایشون سه تا گشتاپا رو در بیاریم و کرتیس بازی هم هیچ کاری نمیکنه دیگه، یه چیزی بلند شه بگه یه حرفی به هیچ چی دیگه، یعنی ما از اینجا به بعد متشکرم. این اتفاق به وجود بیاریم. خیلی ممنون. بفرم. بله چون حالا آقای شکیب هم گفتن خب چالش گرفتن و صحبت کردن بعد منطق و دلیل داشته باشه، ولی برام جالبه آقای جوله، اصلا من بحث بر این ندارم که شما گشتاپو هستین یا نجات هستین،
چه دلیلی داشت؟ هنوز کسی در مورد اون گفتگو اظهار نظری نکرده بودن. شما چرا بلند شدی دفاع کردی؟ مگه اصلا کسی حرفی زد؟ و جناب آقای شجره عزیز، خانوم عبدالرزاقی، من میگم یه برگشت کنید به صحبت‌های گذشته. میگه ما الان دو تا سایت داریم که میخوایم بفهمیم کدوم سایت درسته کدوم سایت غلطه. ایشون میگه من میخوام با یه نفر برم از دو بانویی که اینجا هستن گفتگو. ایشون اشاره میکنه منو ببر. میرن گفتگو، برمیگره و ایشون میگه من اقناع نشدم به نتیجه نرسیدم. یعنی از دید ایشون خانم قاسمی احتمال داره که دروغ گفته باشه و من مجدد میخوام با ایشون صحبت کنم، یعنی راستی آزمایی کنم. چرا ما نباید بایستیم و ببینیم نظر خانم عبدالرزاقی در مورد این گفتگو چه خواهد بود؟ و اینکه جناب آقای تشکر عزیز که یکی از عزیزترین دوستان من هست، شما چرا آقای تشکر، بهنام عزیزم، در مورد صحبت‌های آقای جوله مرتب لایک میدی؟ خب آره، شما یه مثلثی درست کردیم و خیلی هم خانم قاسمی با ضرس قاطع گفتن ما بچه ها بازی رو در میاریم، بازی دست ماست و بازی رو ما برنده میشیم. فقط خواستم به گروه نجات بگم حواستون جمع باشه، گشتاپو ائتلاف درست نکنه و بعد پارتیزان تبر هم دوروبر اینا نچرخه که بعد آسیب ببینیم. خیلی متشکرم. بله، من حرفو دارم برای گفتن. اول اینکه یه جمله به خانم دهقان بگم که خانم دهقان یه فکت بیارید که من سیاه شما، جواب شما رو نمیدم. دو، اینکه اگر من جای خانم عبدالرزاقی بودم دوباره با خانم قاسمی نمی رفتم تو. چرا؟ با کس دیگه ای می رفتم تو. خانم آقای جوله با آقای خانم قاسمی با آقای جوله میرن داخل گفتگو. بعد من چه کسی رو انتخاب می کنم؟ چون هجمه روی خانم قاسمی بوده، من آقای جوله رو انتخاب می کنم و می برم تو. خب آقای شجره، از شما بعیده که به همین راحتی، من خودم که رفتم گفتگو با جوله هنوز نمیتونم 100% بگم که بین من، آقای جوله، خانم قاسمی و در نهایت خانم الیکا عبدالرزاقی هر چهارتامون سفید چه احتمالی وجود داره. چرا به این توجه نمی کنیم حسین رفیعی که ممکنه تو اون اتاق دروغی هم گفته باشد؟ خانم عبدالرزاقی، چرا گفتگوتونو شما که یه بار رفتید با خانم قاسمی، میدونم رفتید که، ولی اگر من جای شما بودم لااقل با کس دیگه ای میرفتم که با صحبتهایی که جوله میکنه راجع به خانم قاسمی و با کس دیگه ای که شما هم رفتید گفتگو، لااقل یک نفر دیگه ممکن بود برای شما سفید باشد. آقای جوله برای من سفید است، ولی من حتما باید و خود جوله هم باید اینو در نظر بگیره، هر کدوم از ما که میریم داخل اتاق باید اینو در نظر بگیریم که اون 10% ممکنه راستشو نگیم. و آقای شجره، چرا به همین راحتی میگید ما 4 تا سفیدیم؟ من هنوز اطمینان ندارم که جوله، البته جوله رو اطمینان دارم، ولی خانم قاسمی رو اطمینان ندارم که با آقای جوله. شما ایشونو بردین؟ شما خانم قاسمی رو بردین؟ باشه، با همه اینها هم امیر مهدی جوله، به من این اجازه رو بده که با احتیاط بیام جلو، ولی این که بهنام تشکر بیاد توی سایت ما بازی بکند، جمله آخر ما بازی میکند، اگر بازی بکند که میکند، اگر نکند سیاه هستون، اینو نمیتونم فعلا بپذیرم. سپاسگزارم. یه لحظه اجازه بدید من توضیح بدم خدمتتون. تو این بازی اطلاق نقش آزاد است، یعنی الان شما میتونستی بگی من نمیدونم اگر با آقای جوله رفتم تو اتاق ممکن آقای جوله کسلر بازی باشه. من تلویحا همینو گفتم. نه، این تلویح نیازی نیست، شما میتوانید حتی اطلاق کنید. افشای نقش غیر مجاز است و جریمش کیکه، اما اطلاق ساید سیاه به خودش کیک ندارد. سیاه حق دارن پاشن بگن من راینهارت بازی یا کسلر بازی یا هرچی، این باعث کیک شدنشون بگید بشنوم نمیشه. بسیارم عالی. من چالشم با خانم قاسمی گرفت. بفهم. مرسی. شما میگی 10%. واقعا 10% به اون 10% بها بده. یعنی 90%ش. حالا من از شما خواهش میکنم اینجای بازی، من میخوام چیزی که خودم میدونم و وارد بازی کنم. من به شما الان قول شرف میدم که اصلا نداره نه. قول اصلا قول بی شرف میدم. من به شما قول میدم بین این 3 نفری که من نام میبرم، حالا شاید اعتماد نکنید، قطعا 2 گشتاپو هست،
قطعاً دو گشتاپو بین این سه اسمی که من میگم آقای جوله سفید صد من هست. خانم شقایق دهقان، آقای نیکخواه، مخصوصا با این خنده های چالش برانگیزشون، و آقای شکیب شجره. احتمالاً یکیشون سفید و دوتشون سیاهن. من اطلاعاتی دارم که نمیتونم افشا کنم، ولی قطعا اینطوری هست. متشکرم. بفرمایید. ببینید ما 5 تا گروه نجات داریم دیگه، یعنی 3 تا تیرانداز داریم، 2 تا هم داریم. من که در مورد خودم میدونم که نجاتم، و 2 تا شهروند و 2 تا مشتری هم داریم که فعلا شاید مسلح نشه، شاید هم شده، نمیدونم. من در مورد 2 نفری که مطمئنم گروه نجاتن، امیر مهدی جوله هست و بهار قاسمی، که دارن میگن به دلیل همدیگه رو دارن سفید میگن، میگن پارتیزانن. شمار هم دارن تایید میکنن، میگن 3 نفر. ولی سوسو، من خانم عبدالرزاقی رو باید گوش بدم. من در مورد خودم مطمئنم که گروه نجاتم. در مورد ایشون، ایشون و ایشون، خب اینجوری هم حسین رفیع به دیگران میگه که نوارخاری پر میکنه، ولی خودش هم نوارخاری پر میکنه. آقای نیکخواه صحبتی نمیکنه. به نظر من تو همون گشتاپو هم آقای نیکخواه میتونه باشه یکیشون، و حسین رفیعی و خانم دهخانی. چیو؟ گشتاپو. سپاسگزارم آقای رفیعی. چالش؟ بله خیلی. این چالش رو نگرفتم در راستای صحبتی که شما کردید، چون میخواستم در مورد این اتفاق صحبت کنم. بر مبنای صحبتی که شما دارید میکنید که اتفاقی بین شما آقای جوله افتاده، یعنی منظور چیزی که من برداشت میکنم با تمام بازی که اسلحه رد و بدل شده، پس آقا چجوری من نگم این دوتا سفیدن؟ وقتی شما آقای جوله رو بردی و میگی صد سفیده، شما بردی، بعد راست بگن دیگه، خب معلومه شما سفید میشین، تمام شده رفت. شما بردید آقای جوله رو، به خاطر همین دارم میگم در مورد شما خب نمیتونم، ولی خانم بهار قاسمی خواستی شما دارید میگید آقای تشکر سفیدن؟ آن خب نمیدونیم. الان در واقع دو نفری که سفیدن در حال حاضر ایشون، یعنی شما دو نفرید که بسیار وتاتر نبودی که این مشخص بشه. چرا این چالش رو گرفتم؟ در مورد همین اتفاقی که یک جواب شما رو بدم که به این ترتیبه. و دوم خانم، اگر واقعا به من شک دارید، کسی رو بگید که منو ببره گفتگو. چرا نمیبرید؟ یک دلیل واقعا به من بگید که منده با جوری که دارم خودمو اینجوری با آباتیش میزنم، دارم سیاه میشم از نظر شما، و منو ببرید. آقا هر کسی که ترنودی شد منو ببره و با هم دیگه صحبت کنید دیگه، چرا نمیبریم اصلا؟ و من از اولش در مورد آقای نیکخواه گفته بودم، در مورد خانم دهقانم دست یک تارگتی زده بودم، گفتم تمایل دارم مثلا، چون نمیگم الان این دو عزیز، ولی با گفته شما چیزی داره به من در واقع داده میشود که شما نقشی داری در اینجا و سلام. و من با این اعتمادی که در بین شما دو تا به وجود اومده، میام و شروع میکنم بازی کردن در مورد آقای نیکخواه عزیز و در مورد خانم دهقان. متشکرم. خب بله، عرض کنم خدمتتون که در مورد فرزین عزیزم اول صحبت کنم. فرزین جان، اولی که الان یه اتفاقاتی اونجا افتاده که همه یه بازی فعلا اونورا داره میچرخه و هنوز هیچ قطعیتی هم پیدا نشده. دو نفر با هم رفتن توی گفتگو، یه نفر سومی اومده و یه نفر چهارمی، که این وسطه چند نفر دارن به هم دیگه تارگت میزنن. بعد شما یهو بلند میشی بدون اینکه اصلا در جریان این قضیه اصلا خط و خشی هم به شما بیفته و میگی چرا نوار خالی پر میکنه حسین؟ خودت هم نوار خالی پر کردی، دو نفر رو سفید میکنی، هیچ اشاره‌ای به بهنام تشکر نمیشه، خانم عبدالرزاقی نمیشه. با یه بخش صحبت آقای تشکر کاملا موافقم که کاش اگر اون چیزی که خانم عبدالرزاقی داره به نوعی نشون میده که در مورد سایت ها داره یک اطلاعاتی رو میده و دنبال این هستش که حالا شاید نقش‌هایی رو دیده و میخواد مطمئن بشه، ای کاش یک نفر دیگر رو به گفتگو می‌بردی اگر واقعا اون نقش خاص بودی. باز با یه بخش صحبت آقای شجره موافقم که جناب آقای راستاد عزیز و جناب آقای نیکای عزیز، شما الان انگار اصلا توی کافه نیستین، یعنی الان یک حجمه اون طرف امیر مهدی و بچه‌های دیگه هستن، بعد گهگاهی هم آقای مهندس پا میشه یک حمایتی می‌کنه، بعد تک تارگتی هم که داره حسین رفیعی به دلیل اینکه نوار خالی. من فکر میکنم توی دور بعد اگر واقعا به یک اجماعی رسیدین، باز در تایید صحبت شما، آدم ها رو ببرید تو گفتگو، ببرید توی گفتگو. چرا میترسید از گفتگو؟ یا شلیک کنید، نه گفتگو و نه اصلاحتون رو نمیتونید با خودتون ببرید خونه، همینجا تو همین کافه بعد از اینه کنید. ممنون. چرا میخواه؟ بله من من این چالش میتونم بگیرم؟ ببخشید. بله حتما. من فعلا با آقای جوله بازی میکنم.
و با خانم قاسمی هم فعلا بازی میکنم، ولی حواسم بهتون هست. همین، برای من فعلا فقط و فقط آقای جوله و به تبع اون خانم قاسمی سفیدن. امیدوارم که تله نیفتم. بله، مرسی، متشکرم. من اولی توضیح بدم در مورد شما که هر بار چرخیده یه گیر دادی به ما عزیزم. چی؟ همش هم میگه هر کی شک داره بیا منو بر تو. چرا خودت یه نفر نمیبری؟ آقا به من مشکوکی؟ بگو بیا بری گفته بودی یه نفرتم. باز میترسم دو روزنی گیر بدی به ما. بلکن بلکن هر ساعت که گفتگوی اول آقای جوله صحبت شما خیلی خوب و مفید و به درد خور و مؤثره. شما با ایشون بودید، شما یا ممکنه مثلا گشتاپو و چیز باشین و حالا کسلر رو بردین بهش اطلاعات بدین که نیست چیزی، چون نه اینقدر طولانی میشه صحبتتون. شما صحبت تو خیلی طولانی شد و ایشون هم سعی میکردن شما رو به نوعی متقاعد کنن، بنابراین بیشتر میخورید مثلا که کسی به شما رفته. حالا شما هم که شکی دارید بگید شاید نباشید، حتما به شما احتمالا گفتی که این سوال من قبول دارم و ترجیح بدید ایشون رو بردید. ایشون متقاعد نشد. حالا میگی سفیده، چرا میگی سفیده؟ ها؟ من دردار نمیم. حالا ممکن رفتا گفتم خلبانی باشه، به فرض عرض کنم حضورتون کسلر باشه یا دکتر باشه، دو تا از این نقشا میتونه به شما دروغ بگه. اینکه شما اینو 100% سفید 100% سفیدش میکنی؟ آره؟ عجیبه. بعد خب من 50-50 هستم رو حرف شما، یعنی نمیتونم، اصلا نمیشه یه نفر به یه نفر سفید کنه. بابا ممکن دروغ باشه، ممکنه خلبان باشه به شما دروغ گفته باشه، ممکنه خیلی هم سعی کردم اون شما رو متقاعد کنه. جمله آخر آقای شدی. الیکا هم که با ایشون رفتن متقاعد نشدن که بار دوم ایشون رو بردن، متقاعد نشدن، یعنی تردید داشتن رو نقشی، یعنی احساس میکردن که ایشون سایدی داره که میتونه دروغ بگه و بار دوم رفتن که متقاعد بشن. بنابراین من در مورد شما با همه علاقه که بهتون دارم تردید دارم. متشکرم. در مورد آقای جوله سپاسگزارم. ایشون سعید نجات هستن. نجات درسته دیگه؟ بله. نه آره، خواستم رو زمان صحبتتون تموم شد جناب نیکا. بله، الیکا هم به نظر جناب نیکا عزیزم خیلی ممنون، متشکرم، با سپاس بسیار. رفقا چالش، آقای تشکر عزیز، چرا نقد میکنین اون حرکتی که خانم عبدالرزاقی کرد؟ خیلی حرکت جذابی بود، چرا نباید ایشونو ببره؟ ببین از اون دو پلی خیلی چیزا در میاد آقای تشکر. سه نفر رفتن، یعنی این گفتگو همه چیزو معلوم میکنه. احتمال این که خانم قاسمی آقای جوله آقای جوله خانم قاسمی رو برد خیلی زیاده. این که شما سه نفر تبدیل به یک گنگ شده باشین، که اگه گنگ شده باشین خیلی وحشتناک و قوین. بهار قاسمی تنهایی خودش یه لشکر گشتاپوه، اصلا نیاز نداره کمک داشته باشه. این الان تعریف بود آقا. منتظرم فقط شما حرف بزنید. متشکرم آقای راستیار، چیز رو مشخص. خیلی ممنون. امیر مهدی جوله، نفر آخر این دوره صحبت. دوستان آقای تشکر، همه اینایی که یه بار حرف زدی دوباره چالش گرفتی گفتی، همه اینا رو اونجا با هم حرف زدیم، گفتم سمت منو بهار قاسمی نیا اگر نیستی، گفتم اگه بیای سمت ما من میگم کرتیس بلند شه اگه دستتو بالا دیده بزنتت، کرتیس اگه دست آقای تشکر بالا دیده بزنتش. آقای شکیب شجره، من نفهمیدم، من سفیدم، ایشون سفیده، ما پنجتا رو کجا میبریم؟ اون وره دیگه شما کی قاطی ما شدی؟ تو کی سفید شدی؟ تو چی کار کردی؟ برای چه تارگتی زدی؟ چه کاری کردی که خب اینا که رفتن تو اتاق پس ماها این ور نجاتیم، تو اون ور بگه تو کی قاطی ما شدی؟ لطفاً یه مقدار نظم و رعایت بفرمایید. خیلی متشکرم. جمله آخر آقای جوله،
و آقای نیکا شما هم دوباره باز الان دیگه ترن چهارمه، ترن سومه، باز هیچی نمیگی، باز تو درگیری های ماهایی. من که فکتشو آوردم برای چی خانم عبدالرزاقی هم نجات میشن تازه. آقا این فرمون رو بریم، یه چیز ساخته شده آقای تشکر، اینو بریم، عکسش در اومد و بقیه یه کار دیگه میکنیم دیگه. سپاس بسیار. چرا میجنگی با ما اینقدر؟ متشکرم آقای جوله، خیلی ممنون. رسیدیم به انتهای صحبت. شما میدونید من خودم چقدر مریضی بازی دارم و چقدر دوست داشتم که جای شما پشت یکی از این میزا میشستم. بازیتون خیلی جذابه و خواهش میکنم نظم رو رعایت کنید که به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، چون شلیکی در این دور هم اتفاق نیفتاد. میریم به وضعیت اضطراری. در وضعیت اضطراری یک بار دیگه با توجه به اینکه شلیکی صورت نگرفته، راینهارت بازی بیاد بالا. راینهارت اگر بتونه نقش یک نفر رو به طور دقیق شناسایی کنه، مستحق برای من یک گرهیه الان، چون یه جوری برام دوتا ساید وجود داره توی بازی که میخوام که مطمئن بازی بکنم. به همین دلیل گفتگوی خصوصی رو دوباره برای پیش بگیرم. آیا میخوای از قابلیتش استفاده کنی یا خیر؟ توی دور بعد اگر واقعا به یک اجماعی رسیدیم، باز در تایید صحبت شد، آدم ها رو ببرید توی گفتگو، ببرید توی گفتگو. چرا میترسید از گفتگو؟ یا شلی کنید، نه گفتگو و نه اصلاحتون رو نمیتونید با خودتون ببرید خونه. همینجا تو همین کافه بعد از اینه عبدالرزاقی، خانم دهقان، آقای شکیب شجره، جناب بهنام تشکر، آقای فرزین محدث، جناب حسین رفیعی، جناب نیکاه عزیزم، دوست عزیزم رامین راستاد و امیر مهدی جوله. اعلام وضعیت عادی و بازیکنان حاضر در کافه. این بار تصمیم گرفتند باز هم کسی از بازی خارج نشه. یک و دو و سه، آقای شکیب شجره سر صحبت، انتهای صحبت خانم دهقان، گفتگوی خصوصی و دو شلیک آزاد. بفرمایید خانم عبدالرزاقی. ایشون سفیدن؟ خانم ایشون سفیدن؟ تموم شد دیگه. کرتیس بازی من نمیدونم کیه. از این جمعی که رفتیم اونجا هیچکی ادعای دکتری یا خلبانی نداشته، همه گفتن سفیدین. تو اینا دست هر کی رو بالا دیدی بزن کسلره. اگه نبیه با ما بازی کن دکتر خلبان، با ما بازی کنین این دور. اونایی که کرتیس بعد میتونی گفتگو کنی، اونایی که دستشون بالا دیدی نه، از بقیهشون ببر تو گفتگو. مهارم نبر، ماها تکلیفم معلومه. و اسلحاتون رو نمیخواییم ببرین خونه دوستان. آقای جوله شما برای من سفید، آقای نیکخواه رد شده، اسلحه بین این دو دوست رد و بدل شده دیگه. اصلا چه چیزی میمونه که ایشون 50% باشه یاد اصلا سفید مشخصه دیگه. وقتی که اسلحه رد و بدل شده، روی صحبتی که کردم و اعتمادی که وجود اومده من دارم میگم این حرفا. آقای جوله عزیز، من کی گفتم سفیدم؟ گفتم از اینجا به بعد پس ما سیاهیم، من سیاهم ایشون سیاه. گفتم خودم
به هیچ عنوان. آقا از میدونم ایشون برده، شما که ایشونو نبردی که. بعد دارم انقدر فسفر میسوزونم برای که بفهمم یه چیز دیگه، دیوانه که نیستم که. شما به من داری به جای اینکه اینجوری بگی خب شما نفر آخر بودی میگفتی کیو رأی بگیریم بدیم بیرون، شما که میدونید سایت چی بود خب میگفتید. یا مثلا اگه شما تفنگ داشتید خب میزدید وقتی که میدونید چه اتفاقی افتاده الان در حال حاضر. یعنی در حال حاضر شما سفیدید، خانم قاسمی سفیده، آقای خانم عبدالرزاقی هم سفیده، اینجوری که داره اتفاق میفته. بس سفید. در مورد آقای تشکر شما 50-50 نبرده کسی دیگه آقای تشکر رو توی جهان دعوت کرده، نبرده توی گفتگو. حالا من در حال حاضر کسایی که سفیدن، هر کسی که خواست آقا منو ببره حتما، این یک. بعد نفر آخر تو رو خدا یا رأی گیری کنی، اگه شلیک نشود رأی گیری کنیم که اتفاقی بیفته حتما حتما. بس دیگه کرتیس هم کمک کنه. حالا میخوام سوال بپرسم، به نظر شما بنده آقای تشکر رو ببرم در گفتگوی خصوصی، یک. دو، از این ساید یک نفر رو انتخاب بکنم ببرم اینور که مشخص شده دیگه، اینور ببینیم چی از توش در میاد. من نبرم بهنام، مطمئن. لایک ببرم بهنامو، لایک. کلام آخرتون. آره مطمئنی؟ آخه داره اتفاق بدی داره میفته بین، یعنی شک دارم. میخواید به گفته خصوصی برید؟ بله بله، از اتاق 0900 میخواد. بله تانکیو. من به این آقای رفیعی و به این آقای تشکر هم بخواهد اینکه اتفاقی که در ذهن خودم آقا در بیاد میخوام به تشکر رو بگم، چون یه بار آقای جولر رو برده بود. بفرمایید آقای تشکر، اگر خیلی متشکرم، اگر خلبان یا کسبر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن و گفتگوی خصوصی اتاق 0900 بفرمایید. میخوام شفایی رو بزنم. رامین ها من برکنم تو به راه تو رامین رو دعوت کنی، ولی حالا دیگه ببین رامین فیلن سیف رامین رامین فیلن سیف رامین بریم ببینیم خیلی تو داری بفرم. آقای تشکر و آقای شجره، در تا پایان این ترم شما حق صحبت در مورد اتفاقات گفتگوی خصوصیتون رو ندارید و ضمناً اگر کسی سوالی هم بپرسه لایک و دیسلایک نمیتونید بدید، اگر کسی تارگتی هم بزنه لایک و دیسلایک نمیتونید بدید. در مورد گفتگو موندی؟ صرف 900 بدید. کسی چالش میخواد؟ من بفر. آقای امیر مهدی جوله، شما آقای تشکر رو نبردی، آقای تشکر شما رو برد به گفتگو. شما با هم گفتگو کردیم، شما 100%شون رو سفید میکنید؟ شما دو نفر 100% همدیگر رو سفید میکنه. از دید من شما سفیدید. خانم عبدالرزاقی، توقع من این بود که اگر که نجات هستی بعد از اینکه یعنی دست جدید شروع میشه حتما چالش بگیرید، در برای گفتگوتون صحبت کنید، در برای گفتگوتون صحبت کنید. پس شما هم هر دو رو به عنوان سفید لایک میکنید. آقای شجره عزیز، شویی که اجرا کردین و نمایشی که اجرا کردین، بچه ها من کیو ببرم؟ از این طرف ببرم؟ از اون طرف ببرم؟ نه آقای نیکخواه، نه آقای نیکخواه، نه حسین رفیعی. بهنام تشکر میبرم. بهنام تشکر الان در این جای بازی برای من کسلر میشه و آقای شکیب از دید من گشتاپوی میشه که داره به ایشون اطلاعات میده. به این دقت کنید، اصلا هیجان زدم نشید. گروه های نجات یک کم برگردید به عقب، همه چی رو با هم دیگه
چفت و بحثش رو پیدا کنید. از کجا؟ ایشون که به شما چیزی نگفته، قطعا میتونسته دروغ بگه. و این که به عقیده من اون میز دو گشتاپو داره، با زرس قاطع من اینو میگم و حواستون به این قضیه باشه. اگر نجاتا اینجوری که شما میگید، من با شما بازی میکنم، اگر شما میگید و موافق هستین که این اتفاق افتاده، حتی حالا یه اتفاقی خیلی ساده است، شما با عنوان گروه نجات یکی این دو نفر با رأی گیری بدین بیرون، یا اگه میتونی شلیک کنی که به اعتقاد من با آقای شکیب شلیک کنید. اگر که خلاف حرف من ثابت بشه، شما قطعا منو بفرستید بیرون. حسین رفیعی، ازت خواهش میکنم که یه خورده ادلات یه خورده دقیق تر باشه. یک کمی شاید سب میکردی، شاید تو دور بعد اینقدر میگفتی دو تا گشتاپو اینجا هستن. آقای تشکر، شما فقط در مورد خودتون میتونید صحبت کنید، نه در مورد آقای شجر. من آقای شجر حرف نزدم، من داریم در مورد صحبت های آقای رفیعی دارم حرف نزدم. در مورد آقای شجر دارید صحبت میکنید. من... بفهم. اوکی باش. عرض کنم که حسین رفیعی پا میشی میگی شما سفید، بعد پاشین شلیک کنی رأی بگیرین. به همین راحتی خودتو داری میکشونی عقب، میای پشت دست سفیدایی که دیگه الان تقریبا واضح و مبرهن شدن. من هنوز درباره خانم دهقان ادلهشون رو نفهمیدم که من چرا براشون سیاهم. من شلیک میکنم به خانم دهقان. تایید میشه شلیک آقای بهنام تشکر به خانم شقایق دهقان تو روز روشن. من تو شب شلیک میکنم بهشون. اعلام وضعیت اضطراری. خانم دهقان لطفاً برای دکتر پاسکال وصیت کنید. خیلی خوب، خیلی غیر منتظره بود. بهنام به تشکر، من گفتم سفیدم، خیلی هم با من بازی کردیم. میدونیم من وقتی میگم که سفیدم، وقتی میگم نجاتم. بهار قاسمی خیلی بازی کنه باهوشیه، خیلی بعید، یعنی اصلا خیلی بعیده که نفهمیده باشه که من نجاتم و متهم میکنه منو و بعد میگه که از خندت بیشتر به ام ثابت شده که نه نجات نیستی. به نام تشکر سیاهه، بهار قاسمی سیاهه، امیر جوله هم به احتمال زیاد، ولی من قطعا و 100% سفید بودم. بچه ها دارم میرم بیرون. بهنام تشکر به من شلیک کرده. جمله آخرتون؟ هم متشکرم. لطفاً خانم دهقان از این جمع 9 نفره که جلوی شما نشستن دکتر پاسکال رو انتخاب کنید. من در مورد خودم مطمئنم که گروه نجاتم. احتمال این که خانم قاسمی آقای جوله خانم قاسمی رو برد خیلی زیاده. این که شما 3 نفر تبدیل به گنگ شده باشین. شلیک آقای بهنام تشکر به خانم شقایق دهقان اصابت کرد و دکتر بازی تصمیم گرفت خانم دهقان در بازی. اگر شلیک نمیشد قطعی میگفتم آقای رفیعی بره توی رأی گیری. اگر یه کوچولو پارتیزان حواس جمع بازی کنه بازی رو بردیم. یه کوچولو حواس جمع. امیر مهدی جوله، تو آدم باهوشی هستی. خلبان باید یکی از ماهایی که اسلحه دارد را ببرد در اتاق که مسلح بشود. اگه اسلحه داریم بزنیم. تو اسلحه نداری؟ یا میخوای نجات بزنه؟
ما چی کار باید بکنیم؟ تیر بارون مگه بخواییم بکنیم؟ مگه بازی ادامه داره؟ بعضی آدم ها انقدر مهمن که انتخاب یه هدیه براشون خیلی کار سختیه. ایرانسل یه پیشنهاد خوب برای این انتخاب داره که علاوه بر روند بودن و جذاب بودن خط کلی امتیاز دیگه هم دارن. از جمله یه بسته مکالمه رایگان 900 دقیقه‌ای ماهانه، یه بسته پیامکی 900 تایی رایگان ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت. چی از این بهتر؟ برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از جزئیات 0900 کافیه که به آدرس 900.ir مراجعه کنید یا شماره گیری کنید کد دستوری 3 تاره 900 مربع رو. خیلی ارادت دارم، 0900 خط نسل متمایز. پر از تعلیقه و این تعلیق باعث میشه که به نظرم تماشاگر هم هی لحظه به لحظه همراه شه، لحظه به لحظه درگیر شه و لحظه به لحظه خودش رو بگذاره جایی، و چون غیر قابل پیش بینی هم هست و متن خاصی هم نداره و همش در واقع یک جوری بدا هست روی یک بستر. و دوست داشتم به دلیل فضایی که اون سریال داشت، جنگ بین پارتیزان ها آلمانی ها نازی ها بود، خیلی فضا جذابی داشت. برای بازی کردن مشتری ساده بودن خیلی جذابه، چون هیچ سایدی ندارین، میتونین انتخاب کنین از شکل بازی که با گشتاپو ها بازی کنین یا با پارتیزان ها. ولی اینجا یه نقش خیلی جذاب داره سرمان کرتیس که خب یه آگاهی داره که خیلی خوب میتونه سایت تعیین کنه. من نقش کرتیس رو اول دوست دارم. سایت نوع بازی جوریه که هر دو سایت فکر میکنم جالبه، هر دو سایت خوبه، فرق میکنه با بازی مافیا ارتش سریه. هر دو سایت هیجان خودش داره. ببین واقعیتش اینه که گشتاپو بودن به دلیلی که همه دنبال اینن که بزنن لتو پارت کنن حس خوبی نیست. گروه نجات بودن خیلی خوبه، ولی ترجیح اینه که کلا تو هر سه دست بازی یا چند دست بازی، 20 دست بازی، کلا همیشه دکتر باشم. توی بازی ارتش سری که داریم بازی میکنیم یه سری کاراکترها هستن که اسمشو گذاشتیم گروه نجات که هم پارتیزانن، یه گروه دیگه هم هستن گشتاپوهان که همون گروه آلمانی هستن. تو گروه گشتاپوها کسلر داریم و راینهارد. کسلر همون کسلری که داریم نمایش صحبت میکنیم که مغز متفکر بود و طراحی میکرد، و راینهارد همون آدم باهوشه بود که فهمید این گروه پارتیزانا چیکار دارن میکنن. تو این بازی هم راینهارد ما میتونه حدس بزنه که بفهمه خلبانی که قراره اینا بگیرنش، آلمانیا بگیرنش و گروه نجات نجاتش بده کیه. الو بونجور مسیو. نو 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 سا با سا با وی اجوردی نو لو کافه ایت ان پو بونده وی. چرا خلبان مهمه تو جنگ؟ تو اون بخش یادمه که چون بلژیک بود، خلبان پارتیزانا که سقوط میکرد تو بخش بلژیک، هم آلمانی ها میخواستن اونو بگیرن چون لو بره اقدامات جنگی پارتیزان ها، هم پارتیزان میخواستن نجاتش بدن دست آلمان ها نیفته. تو بازی ما هم همینه، ما یه خلبان داریم که گروه گشتاپا و گروه پارتیزان ها میخوان خلبان رو نجات بدن. منظورم که گشتاپا میخوان خلبان رو بگیرن تحت اختیار خودشون و پارتیزان ها میخوان نجاتش بدن، اون تحت اختیار خودشون. پس یک جا نقطه اشتراکش سر اون خلبانه است که گشتاپا میخوان دستگیر کنن، پارتیزان ها میخوان نجات بدن، مثل سریال.
کاراکتر کسلر داریم که مغز متفکره و بعد گشتپو رو کنار هم نگه داره، مثل کسلر سریال ارتش سری. راینهارتی داریم که میتونه حدس بزنه پارتیزان ها چه نقشی هن، مثل راینهارت سریال ارتش سری که اون میفهمید این کافه همشون پارتیزان هم دارن تقلب و دارن کمک. این ویژگی هایی که تشابه های و جز بازی خوب، یک بازی که میشه به قول معروف کنش که همه دروغ دارن میگن، همه دارن پنهانکاری میکنن تا بتونن در دروغگویی اون اصلیه که خلبانه و نقش مهمی رو بتونن بیارن تو تیم خودشون. همه دارن دروغ میگن و بیشتر بازی فکت گفتگو محوره و انگار همه دستاشون برای هم قرار رو بشه در این حال که به دروغ دارن رو میکنن. بیننده های خوب ارتش سری، مسابقه پیشبینی داریم. شما پیشبینی کنید که در بازی هفته آینده گروه نجات برنده میشه یا گشتاپو. برای شرکت تو این پیشبینی کافیه که شماره گیری کنید کد دستوری 3900 مربع رو یا به آدرس 900.ir مراجعه کنید. ضمناً به 3 نفر از کسایی که پیشبینیشون درست از آب در میاد 3 تا جایزه ویژه تعلق میگیره. میارزه قشنگ. 0900 خط نسل متمایز. اون طرفدار دیوونه ات که میتونی روش حساب کنی، منم من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم، من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و پاد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، راز منو تو قلبت یکم نگه میداری، یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر تو که خود قلب منی، تو که به خاطر من از تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من، خوبی هنوز تو حافظم، برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم، کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت. خوشم میاد میدونی جونم و پاد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، منو تو قلبت